بینندگان عزیز به برنامه دانش نوین خوش آمدید. من دکتر مهرنگ خزائی هستم، روانشناس بالینی و محقق در روانشناسی تحلیلی. این برنامه است علمی که هدفش گسترش علم روانشناسی، بررسی تئوری دانشمندان روانشناس و تحقیقات جدید در مورد اختلالات روحی روانی است. برنامه امروز من درباره عوارض منفی سرکوب احساسات هستش. امروز ما افرادی رو میبینیم که خیلی دوستشون داریم و دلمون میخواد که با ما احساس راحتی کنن. اگه از دستمون ناراحتن یا دلخوری دارن، به جای اینکه اونا رو در درونشون نگه دارن، بتونن بیرون بیارن و راجبش صحبت کنن. اما اونا در بروز احساساتشون مشکل دارن و متوجه عوارض اونها هم نیستن. فقط میدونن گاهی وقتا عصبانین، استراب دارن، استرس دارن و زیر این فشارهای روانی رنج میبرن، اما دلیل اونو نمیدونن چیه. یکی از علل اصلی بیماری، بسیاری از بیماری های جسمی و روانی، افسردگی هستش که از به خاطر سرکوب احساساته، یعنی احساساتی که در درون نگه داشته میشه و به بیرون ریخته نمیشه. مثلا خشم سرکوب شده میتونه به افسردگی منجر بشه. احساس گناه میتونه اعتماد به نفس رو پایین بیاره. احساسات سرکوب شده میتونه اعضای مختلف بدن رو در معرض خطرهای جدی قرار بده. روانشناسا به این باورن وقتی که ما آگاهانه برای سرکوب احساساتمون تلاش میکنیم، باعث میشه که ذهن و بدنمون رنج ببره و خودمونم از اون خبر نداریم. چون زمانی که احساسی در ما به وجود میاد، در واقع این روان ماست که داره با ما صحبت میکنه. اگه به صحبتهای اون توجه کنیم و اون رو زنده توجه کنیم و اون رو در درون خودمون نگه نداریم، میتونیم زندگی سالمتری داشته باشیم، میتونیم رابطه سالمتر داشته باشیم. گاهی با سرکوب و نادیده گرفتن احساسات به جایی میرسیم که دچار بسیاری از بیماری ها مثل بیخوابی، فشار خون، تپش قلب، سردرد، گرفتاری های عضلات میشیم، ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن، که همه ناشی از سرکوب احساسات هستند. که به این نوع بیماری ها بیماری های روانتنی میگن، که در واقع مشکلات در بخش روان ما باعث بیماری جسمی میشه. مثلا بعضی از افراد هستن که از پادرد شدید رنج میبرن، هرچی دکتر میرن خوب نمیشن، ولی اگه درونشون رو آرامش بدن، اون پادرد هم از بین خواهد رفت. بنابراین سعی کنید احساسات خودتون رو رها کنید، در مقابل احساساتتون مقاومت نکنید، اونها رو انکارم نکنید. ولی مثلا اگه از دست یکی یا چیزی ناراحت هستید، اگه عصبانی هستین یا اگه نگران هستید، یه خورده سکوت کنید، یه خورده به روان خودتون گوش بدین و ببینید که چون احساساتتون با شما صحبت میکنن، که بدونید علت اینا چیه، چرا این احساسات سراغ شما اومده. چون کسی که نتونه بر حرف خودش، به روان خودش گوش بده، به حرف دیگران نمیتونه گوش بده. پس اگر که میخواید از اون دردها رهایی پیدا کنید، یه خورده ریلکس کنید، یه خورده راجبش صحبت کنید، انقدر همه چی رو انقدر سخت نگیرید. بسیاری از افراد تلاش میکنن تا با سرکوب احساساتشون مشکلاتشون رو خودشون حل کنن، یعنی اونا رو اصلا اگنور کنن، اصلا برو خودشون نیارن، سرشون رو به یه کار دیگه مشغول کنن. مثلا اگه شکست عشقی خوردن یا مشکلات دیگه داشتن، همش از اون فرار میکنن، همش تو خودشونن. خب اینا همه به سلامتی لطمه میزنه. یکی از مهمترین اثرات سرکوب احساسات دیدن خوابهای بد و کابوسه، یعنی در واقع احساسات سرکوب شده از طریق خواب میان خودشون رو نشون میدن، یا بیخوابیه یا پرخوابیه یا خوابهای بد هستش. آیا شما هم جزو کسایی هستید که به راحتی احساساتتون رو بیان میکنید یا قادر نیستید احساسات و هیجانهای خودتون رو نشون بدید و اونا رو در درون خودتون میریزید؟ چون ابراز صحیح احساسات نقش مهمی در سلامت روان داره، همونطور که گفتم.
اگر احساسی که شما رو آزار میده رو به شدت بشناسید و علت اون رو بفهمید چیه، در اون موقع میتونید یه راهی برای از بین بردن اون احساس پیدا کنید. البته خیلی طبیعیه که ما گاهی موقع ها از دیگران میرنجیم که چرا ما رو درک نمی کنن و با گفتار و رفتارشون باعث ناراحتی ما میشن، در صورتی که شاید دیگران از احساس عمیق رنجش شما اطلاع نداشته باشن. اما اگر ما یاد بگیریم به جای دلخور شدن احساس خودمون رو بیان کنیم، هم احساس بهتر پیدا می کنیم، همین که به سلامتی خودمون کمک می کنیم. اما چرا بعضی ها قادر نیستن محبت و علاقه خودشون رو ابراز کنن و از این موضوع در رنجن؟ چه دلایلی باعث میشه نتونن اون احساسات رو بروز بدن؟ روانشناس ها باور دارن که یکی از مهمترین دلایل ترسه و اون ترس از دست دادن، ترس طرد شدن، ترس مسئولیت پذیریه که اون افراد نگرانن که مبادا احساساتشون باعث مسئولیت بشه، باعث بشه که طرف مقابل قضاوتشون کنه، رهاشون کنه. پال اکمن، یکی از محققان امریکایی، در تحقیقاتی که درباره انسان‌ها انجام داده به این نتیجه رسیده که در تمام کره زمین انسان‌ها در نشون دادن احساسات غیر کلامی در صورتشون یکسانن، که به انگلیسی بهشون میگن facial expression، که اونا احساساتی مثل شادی، غم، عصبانیت و حتی دروغگویی که به راحتی در صورت ما انسان‌هاست پیدا میشه. یکی از کارهای بزرگ پال اکمن تحلیل و ارزیابی علائم زبان بدنه، که اون سالها به نقطه‌های مختلف جهان سفر کرده و حتی در میون قبایل بومی تا به این اطمینان برسه که همه انسان‌ها مستقل از سن و رنگ و نژادشون احساساتشون رو به شکل یکسانی به طور ناخودآگاه در صورتشون بروز میدن. سرکوب یا به انگلیسی suppression یه فرایندی خودآگاه و ارادی که در اون ما خواسته ها و میل های درونیمون رو کنترل و مهار میکنیم، یا اینکه به طور موقت خاطرات ناراحت کننده رو کنار میگذاریم و به اون فکر نمیکنیم. مثلا یه مردی که توی مهمونی میبینه زنش با یه مرد دیگه ای در حال حرف زدن و خندیدنه، خب خیلی ناراحت و عصبانی میشه، ولی به رو خودش نمیاره که برای اینکه فکر میکنه که ممکنه تو رابطهش اختلاف بیفته. اما وقتی این موضوع یادش میاد، عمدن حواسشو به یه جای دیگه پرت میکنه، چون میدونه که این فکر آزارش میده و عمدی نمیخواد که به اون فکر کنه. اما در واپسرانی یا ریپرشن به انگلیسی، این گونه افکار خود به خود از آگاهیش بیرون میان و ناگهان و بدون دلیل دوباره میان تو فکرش خودشون رو نشون میدن، که باعث اضطراب و ناراحتی در اون مرد میشه که خودش هم علل اضطراب و ناراحتی رو نمیدونه و نمیدونه اصلا چرا این فکر دوباره اومد تو سرش. حالا چرا بعضی ها قادر به بیان احساسات خودشون نیستن؟ روانشناسا علل این که چرا بعضی ها این احساسات رو نمیتونن بیان کنن، اینو ربطش میده به دوران کودکیشون و نوع تربیتیه که در اون خانواده داشتن و در اون خانواده رشد کرده و همینطور در چه فرهنگی بزرگ شده، که این هر دو عامل میتونن در بزرگسالی تاثیر زیادی بر بیان احساسات بگذارن. مثلا به یه پسر بچه 4-5 ساله از بچگی میگن که مرد که گریه نمی کنه، تو اگه از چیزی ناراحت هستی نباید گریه کنی، اما میتونی راجبش حرف بزنی، میتونی اگه عصبانی هستی بیرون بریزی. خب این پسر در بزرگسالی وقتی که عصبانی میشه به راحتی میتونه خشم خودش رو بیرون بیاره، ولی اگه غمگین بشه بخواد گریه کنه، این برایش امکان پذیر نیست. و یه مکانیزم دفاعی که بهش میگن پوشش احساسی، یعنی زمانی که غمگینه میاد خشمگین، عصبانیت به خودش نشون میده، چون اون غمگینیشو میخواد زیر اون عصبانیت پنهان کنه. یا مثلا ممکنه برای یه دختر در یک فرهنگی که بزرگ شده بگن دخترها که خیلی نمیخندن، خوشحالیشون رو نباید نشون بدن، خوب نیست، زشته، جلفه،
ولی اگه غمگین هستی یا گریه کنی عیبی نداره، راحت باش، گریه هم بکن، غمگین هم باش. بعد اون در بزرگسالی احساس شادی و خنده های مکررش رو همش در خودش نگه میداره و فکر میکنه بده، مردم میگن این زشته، جلفه، ولی در براحتی گریه میکنه، قصه هاشو نشون میده. برای همین دیدین خانوما خیلی راحت گریه میکنن. بنابراین ما از کودکی یاد گرفتیم احساساتمون رو به دلیل این نوع پیامه های والد بیان نکنیم، چون در زیر اونها ترس از تایید نشدن، طرد شدن، کنار گذاشته شدن، ترس از کامل نبودن و مورد قضاوت قرار گرفتن. و همیشه با یک مجموعه ای از ترس ها روبرو هستیم. ولی اگر احساسات خودمون رو بیان کنیم، با اونها مواجه بیان کنیم، اونها رو فیسشون میکنیم، باشون مواجه میشیم و دیگه اون ترس ها از درونمون میاد بیرون و احساس راحتی میکنیم. مثلا کسی که ترس از کامل نبودن داره احساساتش رو بیان نمیکنه، برای اینکه فکر میکنه که این احساس یه نقطه ضعف براش. کسی که از قضاوت شدن ترس داره همش نگرانه که مردم درباره اون چی فکر میکنن. الان اگر که اونا این حرفو بزنه ممکنه بگن این آدم خوب نیست، آبروش بره، این چیزها. خب یه همچین فردی همش این ترس درونشه و از بیان احساسات و حرف زدنهای مکرر میترسه. دلیل دیگری هم که باعث میشه افراد احساساتشون رو بیان نکنن، برای اینکه براشون یه مکانیسم دفاعیه، به این معنی که وقتی ناراحتن میخندن یا وقتی ترسیدن عصبانین که اون احساسای واقعیشون رو نشون ندن و رفتار عصبی و آزار دهنده بعضی وقتا میان از خودشون نشون میدن، داد میزنن، استرس دارن، یا وقتی احساس گناه میکنن میان دیگران رو سرزنش میکنن که تو این کارو کردی، تقصیر اینه. خلاصه همه اینا یه مکانیسم های دفاعی هن که ما کم و بیش از همه تجربیات مشابهی ازشون داریم. دانشمندان روانشناس به این باورن که ما انسان‌ها در موقعیت‌های متفاوت برای فرار از واقعیت‌ها سعی داریم لایه‌های عمیق احساساتمون رو پنهان کنیم و بیایم بزرگترین دروغ رو به خودمون میگیم و این دروغ‌ها همه سرکوب‌های احساسی‌اند که ما نمی‌خوایم بپذیریم و این نوع سرکوب احساسات در روابط عاطفی و بین زن و شوهرها و خیلی اتفاق می‌افته، چون کلید موفق در رابطه عاطفی و زناشویی بیان احساسات واقعی و گفتن حقایق عشقی و عاطفی و مسائلی که بین زوج‌ها رو میده. البته ما میتونیم احساساتمون رو در درونمون پنهان کنیم و اون رو بروز ندیم، ولی نمیتونیم اونها رو از صورتمون، چهرمون، رفتارمون قایم کنیم، پنهان کنیم، برای اینکه اونها به طور ناخودآگاه همه میزنن بیرون. پال اکمن 7 احساس رو در انسان‌ها شناسایی کرده که این احساس‌ها در همه مشترک هستن و همه هم به طور ناخودآگاه در چهره انسان‌ها نشون داده میشن، که اونها یکی ترس، تعجب، خشم، نفرت، شادی و غم هستش که به صورت اتوماتیک در صورتمون نشون داده میشه. حتی اگه بخوایم اونها رو پنهان کنیم نمیتونیم. علائمی که در صورت نشون داده میشه اینه که مایچه های صورت هستن که واقعیت رو میگن، چون مثلا اونا جمع میشن، تغییر شکل میدن و میتونن احساسات درونی ما رو کاملا به دیگران نشون بدن. مثلا وقتی میخندیم مایچه های کنار چشممون همه جمع میشه، خط میفته. وقتی عصبانی هستیم مایچه های پیشونی جمع میشن و عصبانیتمون رو نشون میدن. یا وقتی غمگین هستیم صورتمون یه دفعه میفته مایچه ها. برای همین روانشناس بعضی وقتا از حالت صورت بیمار میتونه به احساسات درونی و غیر کلامیش پی ببره، برای اینکه بعضی بیمارا واقعیت رو نمیخوان بگن اما تو صورتشون روانشناس میتونه بفهمه. افکار سرکوب شده همه ناخودآگاه از ما سر میزنه همونطور که گفتم و تأثیراتش هم تأثیرات خیلی زیادن در زندگی ما جا میذاره. حالا فرض کنین مثلا شما توی دعوا با همسرتون یا بایفرند، گرفرند، رفیقتون هستید، بعد عصبانی میشید و اونو به باد سرزنش میگیرید، همه تقصیر هم سر اون میندازید
ولی آیا تا به حال فکر به این موضوع فکر کردید که چرا اصلا شما عصبانی هستید؟ چرا پرخاشگری میکنید؟ چرا انتظارهای بیخودی دارید؟ جواب اینها این هستش که اکثر افراد وقتی از شما میپرسی میگه که به خاطر اینکه اون همسرم یا دوستم منو عصبانی کرد. ولی جواب عمیق‌تر هم اگه از زاویه دیگه ببینید اینه که ما در روابط عاطفی معمولاً از کسای عصبانی یا دلخور میشیم که برای ما اهمیت دارن، برای ما مهمن، ما دوستشون داریم، ازشون عصبانی میشیم، وگرنه از آدمای دیگه که اونقدر عصبانی نمیشیم. مثلا اگه همسر یا دوستتون ازش عصبانی و دلخوری، این دلخوری همونطور که گفتم نشونه علاقه است. حالا شما ولی بیشتر آدم ها اینو نمیدونن که چرا علتش چی هستش. بعد این در 5 مرحله طبقه بندی شده. یکی خشمه، همون عصبانیت که من از دست تو عصبانیم. یکی آزردگیه، یکی ترسه، یکی پشیمونیه و آخرش عشق. یعنی در واقع وقتی شما احساس خودتون رو میاد به صورت عصبانیت بروز میدید، دلخوری بروز میدید، 4 سطح احساسات در ناخودآگاه شما اونا همه فعالن که اون احساسات رو سرکوب میکنید، فقط عصبانیت و دلخوری ها رو بیرون میریزید. ولی در واقع اون ابراز عشق و محبت که آخری هست و در خودتون نگه میدارید و اصلا بروز نمیدید، بهش نمیگید. مثلا میگید که مثلا فرض کنید که از یارتون یا دوستتون عصبانی هستید یا همسرتون، بعد بهش میگی که مثلا وقتی که تو این کارو کردی من عصبانی شدم. خب این نشونه خشمه. من غمگینم به خاطر اینکه من ناراحتم، من غمگینم که مثلا تو دیگه با من حرف نمیزنی. خب این نشونه اینه که من غمگین هستم. بعد حالا یعنی نشونه ترسم در واقع هستش. حالا ببخشین که من عصبانی شدم، پرخاشگری کردم. خب این نشونه اینه که من پشیمونم از اینکه این حرفا رو زدم. بعدم خب من دوستت دارم، دلم خب با هم هنوز دوست باشیم. خب اینم نشونه عشقه. بنابراین در این ابراز احساسات شما تمام 5 سطح احساسات خودتون رو کامل بیرون دادین و احساس راحتی میکنید. اون طرف مقابل هم خیلی شما رو درک میکنه، میفهمه، چون در نهایت میفهمه که همه این عصبانیت و ناراحتی ها به خاطر اون علاقه و عشقی که بهش داشتین. معمولا مشکل واقعی در روابط عاطفی همینه که زوجها، افراد، آدم ها نمیان احساسات واقعیشون رو بگن. همش اینا رو زیر پوشش های احساسی نگه میدارن، همش میان از یه راه دیگه حرف میزنن، کم محلی میکنن. ولی تنها راه نشون دادن عشق اینه که شما تمام احساساتتون که در اونجا انباشته شده رو بیان کنید. چون اگر نتونید عواطف واقعیتون رو بیرون بریزید، عواطف منفی میاد جاشون رو میگیره و همش توی رابطه دلخوریه، ناراحتیه، نگرانیه، نمیدونید هم که علتش چیه. ولی اگه میخواید دوستی خوب و رابطه های خوب داشته باشید، باید اون فکرهای منفی رو رها کنید، به جای سرکوب کردن افکار و احساساتتون با افکار مثبت اونا رو جایگزین کنید. چون هر چقدر برای سرکوب افکار خودتون تلاش کنید، اونا قوی تر میشن و حال خودتون رو پریشون تر میکنن. حالا پس بذاریم به یه آهنگ قشنگ که من براتون انتخاب کردم گوش میکنیم و بعد من درباره سرکوب احساسات برای شما توضیحات بیشتری خواهم داد. پس با ما باشید. درسته که درگیر روزای سختم، برای تو که وقت دارم عزیزم، واسه این همه ناامیدی دعا کن، دعا کن، فقط کم نیارم عزیزم. جوونم 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 جوونم، نه اونقدر که از عشق چیزی ندونم، نه اونقدر که این خیالم نباشه، نه اونقدر که بی تو بخوام و بتونم.
ای عشق ببین دلم شکسته، از این شبای خسته، از این همه جدایی. ای عشق خراب حال و روزم، میسازم و میسوزم تو تنهایی. ای عشق ببین دلم شکسته، از این شبای خسته، از این همه جدایی. عشق خراب حال و روزم، میسازم و میسوزم تو تنهایی. تو ارتباطی نداره. ای عشق ببین دلم شکسته، از این شبای خسته، از این همه جدایی. ای عشق خراب حال و روزم، میسازم و میسوزم تو تنهایی. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که از این آهنگ بسیار زیبا که براتون پخش شد لذت برده باشید. حالا برگردیم به بحث درباره سرکوب احساسات و چرا بعضی افراد قادر نیستن علاقه خودشون رو بروز کنن. ما همیشه بهتره که بعضی وقتا زندگی کردن رو از کودکان بیاموزیم. یه کودک زمانی که احساسی گرسنگی میکنه واکنش نشون میده، گریه میکنه، زمانی که ناراحته باز گریه میکنه، جیغ میزنه، داد میزنه، اخ میکنه، زمانی که خوشحاله با صدای بلند میخنده و ما رو خوشحال میکنه. اما کودک ها به مرور زمان با بزرگ شدنشون آموزش سرکوب احساسات رو از بزرگترها و جامعهی که در اون رشد میکنن یاد میگیرن، یعنی از محیط و اطرافیان خودشون اون سرکوب کردن ها رو یاد میگیرن که والدینشون، اجتماع، مدرسه بهشون میگه. بعد کم کم با بزرگتر شدن میآموزن که بغض خودشون رو در نگه دارن، قورت بدن، خودشون رو زیر نقاب‌های شخصیتی پنهان کنن و اینا همه آسیب بهشون میزنه، به شخصیتشون، به روانشون. ولی غافل از اینن که این احساسات و اینا همه حرف روانه. کسی به خودشو به خودش دروغ بگه، به دیگرانم به راحتی دروغ میگه. یعنی وقتی که احساساتش رو نگه میداره و نمیگه، خب این دروغ گفتنه دیگه. ولی باید همیشه احساسات رو بریزیم بیرون که بتونین که راحت زندگی کنین، چون ممکنه اختلال شخصیت پیدا بشه، مثل مهر طلب، سلطه طلب، درونگرایی. برای همین برای موفقیت در زندگی ما به سلامت نیاز داریم. سلامتی در ذهن و روان جسم ماست. تا زمانی که ذهنیت و باورهای ما تغییر نکنن، هیچ تغییری در زندگی ما حاصل نمیشه. اگر تغییری هم رخ بده، پایدار نخواهد بود. چون روان ما مثل کودکیه که دائم نیاز به توجه داره و با تغییر و تربیت ذهن و روان میتونیم یه زندگی زیبا برای خودمون داشته باشیم.
یعنی با داشتن ذهن و روان سالم جسممون هم سالم میشه و میتونیم از زیبایی های زندگی نهایت بهره رو ببریم. بنابراین همه چی در درون ماست. اگر شما تغییر نکنید، هیچی رو تغییر نخواهید داد. سعی کنید احساساتتون رو بشناسید، اونها رو ابراز کنید. با این روش شما میتونید منبع بسیاری از مشکلات رو بشناسید، اونها رو بهتر ببینید، بپذیرید و راحت‌تر زندگی کنید. بعدم یادمون باشه که شما نمیتونید همیشه همه آدم‌ها رو راضی نگه دارید. اگه کارتون رو به بهترین شکل ممکن هم انجام بدید یا بهترین حرفا رو بزنید، باز یه عده افراد هستن که میان با شما مخالفت میکنن. افرادی که خودشون کمبود اعتماد به نفس دارن، خودشون هزار تا مشکل دارن. بنابراین به جای اینکه ازشون ناراحت بشین و اون ناراحتی رو در درونتون نگه دارید، سعی کنید بهشون اهمیت بدید، به لحظات زیبا و دوست داشتنی خودتون فکر کنید، از اونها لذت ببرید. مواظب خودتون باشین. مولانا میگه بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. همه چی در درونه. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. باز پخش این برنامه رو میتونید در ساعت 7:30 صبح و 4 بعد از ظهر جمعه به وقت ایران ببینید، شنبه 11:30 شب به وقت ایران و یک شنبه 8 صبح و 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران ببینید. این برنامه را میتونید از وبسایت تلویزیون ایران فردا، یوتیوب، آپارات و فیسبوک من ببینید و تا هفته آینده اوقات بسیار خوشی رو برای شما آرزو دارم.